امروز اومدیم موزه جنگ یا هم خانه تیمورتاش. خانه تیمورتاش که امروز به عنوان موزه جنگ شناخته میشه، یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند تهران. این بنا در اواخر دوره قاجار ساخته شده. معمار این بنا محمد علی معمارباشی صانعی، یکی از برجسته ترین معماران اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی اول. معماری خانه تیمورتاش تلفیقی از سه نوع معماری ایرانی، روسی و هندیه. بدنه اصلی عمارت متعلق به زمان ناصرالدین شاه قاجاره که در طول دوره‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده. در دوران احمدشاه این عمارت به دستور عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار بازسازی میشه و گسترش پیدا می‌کنه. این داخل ستون بناست که چوبیه. اینا یک سری درخت کاشتن اینجا، درخت صلح و دوستی. این مال صلح و دوستی بین این کشورهایی که این پایین نوشته. من بین ایران و صربستانم. راجع به تیمورتاش هم بخوایم بگیم، تیمورتاش نماینده مجلس بوده در زمان قاجاریه و در زمان پهلوی تبدیل به وزیر دربار میشه. اینجا هم خونه بوده که تیمورتاش خریداری میکنه و خونه تیمورتاش بوده. بعد از انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضا شاه، عبدالحسین تیمورتاش که به عنوان وزیر دربار تعیین شده بوده این عمارت رو از سردار محتشم بختیاری خریداری میکنه و داخلش زندگی میکرده. با مورد غضب قرار گرفتن تیمورتاش و دستور قتلش در نهم مهر ماه سال 1312 اموال و املاکش مصادره میشه و این عمارت که به طور خاص مورد توجه رضا شاه قرار داشته برای تأسیس دانشگاه جنگ به ارتش واگذار میشه. بعدها اون ساختمون روبرویش رو که توی فیلمشون دادم میسازن و بنای خانه تیمورتاش تبدیل به موزه جنگ میشه. اینا رو یعنی دو نفره هم رو کردن؟ دستشون کوچیک بوده. کدوم دست اینجا جا میشه؟ دست من. اینم بازوکای معروفه. این گچبری‌های نیم برجسته فکر میکنم مربوط به دوره قاجار باشه. در واقع یکی از سوغاتی هایی که قاجار به خودش آورده به ایران و
در معماری ایرانی وارد کرده. فضای داخلی خانه تیمورتاش هم تزئینات زیبایی داره که شامل گچبری، آینه‌کاری، نقاشی و مقرنس‌کاری میشه. در تالار اصلی عمارت سقف با آینه‌کاری‌های نفیس و نقاشی‌های زیبا تزئین شده. معماری قاجاریه ترکیبی از عناصر معماری ایرانی و اروپاییه. معماری قاجار رو میتونیم به دو دوره تقسیم کنیم که در دوره اولش هنوز تحت تاثیر سبک معماری صفویه بوده. در دوره دوم هم معماری قاجاریه تحت تاثیر معماری اروپا قرار میگیره. دلیلش هم سفرهایی بوده که پادشاه‌های قاجار به اروپا داشتن. تو این دوره هم بناهایی مثل مدرسه دارالفنون و کاخ شمس العماره تهران ساخته میشه. بنای تیمورتاش هم متعلق به همین دوره دوم میشه. خانه تیمورتاش در دو طبقه و یک زیرزمین ساخته شده که طبقه اول شامل تالار اصلی، اتاق‌های نشیمن، اتاق‌های خواب و سالن پذیرایی. طبقه دوم هم شامل اتاق‌های خواب و سالن مطالعه است. زیرزمین بنا هم شامل انباری و آشپزخونه و سرویس بهداشتی بوده که همینطور کاشیکاری‌های خیلی زیبایی داره و الان هم یک کافه در این محل هست که موقع مراجعتون میتونین به این کافه هم یه سر بزنین. ممنون که ویدیو ما تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره تا یه ویدیوی دیگه.